منم سلام بله میام خدمت همه شما، خوش آمدید به اتاق مکاشفه. خوشحالم که فرصت دیگه شد که با هم باشیم. بر حسب وظیفه میخواستم قبلش هم خوش آمد بگم به برادرمون تامی که قبول زحمت کردن که تشریف آوردن و با ما هستن. باز هم با شما خواهیم بود برادر. قبل اینکه جلسه شروع بشه خواستم که دعای کنم برای جلسه، برای شما، بعدش از شما بشنویم. خیلی ممنون. اگر میشه با من دعا کنید. ای پدر آسمانی، شکرت میکنیم به نام عیسی مسیح، شکرت میکنیم به خاطر تولد مسیح و این ایام، شکرت میکنیم برای جمعی که امروز در اتاق هستن، برای برادرمون، با برادرمون باش، کلام او رو برکت بده، صحبتهایی که میکنه باعث بنای کلیسای تو بشه تا در نهایت همه ما بتونیم برگردیم و تو رو جلال بدیم. این جلسه رو به دستان مقدس تو میسپاریم، آمین. مرسی برادر تامی، از شما میشنویم. عزیزان سوالات خودتون رو یادداشت کنید، آخر جلسه فرصت خواهد بود که من و برادرمون تامی تا جایی که میشه با شما عزیزان در مورد سوالات هم صحبت کنیم. مرسی. متشکرم نیما جان، خیلی ممنون از دعوت مجددتون. برای من افتخار هست که توی این جلسات با شما و بینندگان ما باشم. میخوام کریسمس رو دوباره به بینندگان عزیزمون و همچنین سال نو رو به عزیزان تبریک بگم و سال نو سلامت و پربرکتی رو برای همتون آرزو میکنم، همچنین برای همایون برادر عزیزمون. عزیزم، به من دستور داده شده که من 35 دقیقه وقت دارم که این درس رو امروز به شما بدم و توی بعد از این 35 دقیقه همونجور که نیما فرمودند معلم عزیزمون، شما لطفا یادداشتاتون رو بکنین و سوال هامون رو خواهیم پرسید. صحبت راجع به تولد تازه، فیض و شریعت هستش و سوال خیلی خیلی مهمیه و میخوایم بدونیم که تولد تازه یعنی چی. ولی قبل از اینکه به این موضوع بپردازم میخوام یادآوری بکنم از درس خیلی قشنگی که برادرمون معلممون شبانمون نیما هفته پیش در مورد گناه یاد دادن و یاد گرفتیم که گناه، اون چیز جمله قشنگی رو که از ایشون خوشم اومد این بود که گفتن حفظ نکردن آن چیزی که خدا به ما گفته باید حفظ شود. اینا رو میگم یادآوری بکنیم چون لازم هست برای درس تولد تازه امروزمون. تعریف دیگه هست برای معنی گناه و اون این بود که در الهیات مسیحی انگلیسی زبان همون جوری که نیما استفاده کرد به هدف نخوردن، تیرو میزنیم و به هدف نمیخوره، از اون استفاده میکنن. یا اینکه تعریف دیگه ای هست که میگه گناه بی اعتقادی بنیادی نسبت به وجود خدا، عدم پذیرش و انکار خدا و ناباوری انسان به خدا به عنوان کانون هستی میباشد. کتاب مقدس هم گناه را در معنای جدایی از خدا و در معنای نافرمانی از خداوند معرفی میکند. واژه یهودی گناه به معنای تجاوز هستش، به معنای تخطی، فراروی، گناه و معصیت هست. واژه یونانی استفاده شده واژه گناه همچنین نقص یا نقضی غم‌انگیز از دستورات خدا هست و به معنای خطا کردن. نتیجه گناه رو نیما برامون بسیار خوب توضیح دادن. احساس شرم به ما میده، پنهان میشیم از خدا، دور میشیم از خدا، از ترس داوری او قایم میشیم و اینکه گناه ما رو از خدا جدا میکنه. قبل از اینکه بپردازم به موضوع بحث تولد تازه میخوام خیلی سریع، وقت کمه، من سریع از اینا رد میشم، بعضی ها رو بذارید نکته‌ای به شما میگم که بدونیم طرز تفکر الهیات مسیحی در مورد تولد تازه در مقابل ادیان دیگه چی هستش. در اسلام گناه، اسلام انسان بدون گناه به دنیا آمده و ذات گناه‌آلود ندارد. گناه فقط شکستن قوانین الله است و یک خطا محسوب میشه، یک اشتباه محسوب میشه. اگر الله میخواست انسان رو از خطا، از گناه باز می‌داشت. گناه بر الله اثری ندارد. الله انسان را با تقدیر و مصنوعات او خلق داده است که شامل کارهای نیک و کارهای بد او یعنی گناه
می باشد. گناه فقط شریعت الله را میشکند و نه رابطه انسان با خدا را، با الله را. البته اگر رابطه ای با خدایی که نمیشود او را شناخت وجود داشته باشد. در ضمن الله گناهکاران را دوست ندارد. چاره گناه در اسلام چیست؟ انجام 5 رکن اساسی: شهادت دادن به الله و محمد، دعا، دادن خیرات و صدقه یعنی کارهای نیک، روزه و زیارت. علی‌رغم همه اینا شما میتونی مسلمان خیلی خوبی باشی ولی الله تو رو تصمیم بگیره بفرسته به جهنم و یک فرد خیلی خیلی فرد بدی باشه و الله تصمیم بگیره او رو بفرسته به بهشت. آیات زیادی در قرآن راجع به این هست، وقت ذکر اونها رو ندارم. یهودیت. در یهودیت تا 2 قرن قبل از میلاد هیچ توجهی به مسئله زندگی بعد از مرگ نمی شد. تا آن زمان مسئله نجات یک مسئله نجات ملی و میهنی بود برای یهودی ها و باور به گناه اولیه ارثی از آدم و حوا رو ندارن. اعتقاد به پاداش و مجازات الهی در مقابل کارهای نیک و بد دارند و معتقدن که دنیا و انسانها ذاتاً خوب به دنیا آمدن و نیازی به منجی نمی باشد. چاره گناه چیست؟ با انجام 613 قوانین شریعتی و 10 فرمان میتونی انسان خوبی باشی و با امید خدا بری به بهشت. با توبه، طهارت، پاکسازی، انجام مناسک و مراسم دینی و شریعتی همگی در اورشلیم جدید بهشت زمینی جای خواهند داشت. بهایت. گناه به آن صورت در بهایت به گناه به آن صورت اعتقادی نمی باشد و گناه مسئله مهمی محسوب نمی شود. اگر هم گناهی هست مسئله شخصی، به هیچ کسی ربطی نداره، بین شخص هستش و فرد و نیازی برای اعترافش هم نیست. چاره گناه بهاییت. همانند اسلام معتقد انجام دادن کارهای نیک برای امید نجات، صحبت چندانی در مورد آخرت در بهاییت نیست. رابطه بین خدا و انسان، بین انسان و خدای ناشناختهشون نیست. گناه بهایی برای پرداختن ندارد و توسط خداوند مهربان همه را میبخشد. دین زرتشت. گناه چیست؟ گناه جنبه های جسمی و معنوی دارد و جدای از عمل خوب یا بد تعریف خاصی ندارد. چاره گناه. کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک راه نجات را برای شما هموار میسازد. مناسک مذهبی مختلف وجود دارد که آنها باید رعایت بشند. کارهای گوناگون برای اطمینان از رستگاری باید انجام بشود. هیچ نیازی برای یک ناجی وجود ندارد. نهایتاً همه در بهشت خواهند بود پس از آنکه گناهانشان پاک شد. هندویزم. گناه چیست؟ گناه به عنوان ناخالصی ناشی از اعمال بد انسان در بدن فرد تلقی می شود. این تأثیری است که می تواند از طریق اعمال مختلف خونسا شود و زندگی شما را به سمت مکشه یا چرخه آزادی از گناه ببرد. چاره گناه. گناهان آیین هندو را می توان با وسایل عبادی و اعمال مختلف پاک و خنثی کرد، همانند رسیدن به مکشه و یا چرخه زایش دوباره که همواره ما را آماده خواهد کرد برای رسیدن به سمساره. در بوداییت اصطلاح گناه همانطور که در ادیان اصلی خدا باوری مانند مسیحیت، یهودیت، اسلام وجود دارد، در باور بودا اصلا مفهوم و مکانی ندارد. چاره گناه. اگر گناهی نیست چاره‌ای هم نباید باشد. هرچه کارما به معنی زیستکار یا عمل کرده فرد در زندگی برای فرد تقدیر کرده است اتفاق خواهد افتاد و هیچ کسی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. این ما رو میرسونه به مسیحیت. مسیحیت تنها دینی است، تنها فلسفه است که میگوید انسان در گناه زاده میشود. و هفته پیش از برادرمون نیما یاد گرفتیم چگونه این اتفاق در باغ عدن با عدم تمکین آدم و حوا افتاد. کتاب مقدس ما یاد میده همه گناه کردند. گناه خدا را میرنجاند
گناه رابطه انسان را با خدا به هم میزند و او را از خدا جدا میکند و بین او دره عظیمی ایجاد میکند. کارهای اینی که انسان به هیچ وجه نمیتونه گناهان انسان رو پاک بکنه و خدا با تمام اینها شخص گناهکار رو دوست دارد. چاره گناه چیست؟ اعتماد و اطمینان کامل از طریق ایمان به کار نیابتی عیسی مسیح به عنوان فدیه گناهان بشریت برای انسان. عزیزان، ایمان کاری نیست که من و شما باید انجام بدیم. ایمان اون چیزی است که پذیرفتن کاری است که عیسی مسیح برای ما بر روی صلیب جلجتا انجام داد. رومیان 12:3. و نتیجهش رو میبینیم که در هیچ دینی نیست، فقط در مسیحیت است. تغییر، تبدیل لزندگی های میلیون ها و میلیون ها مردمی که از طریق روح القدس عوض میشن و شهادت های اونها رو میشنویم. دریافت حیات ابدی، حیات شادمانه در حضور خدا که بخشی از این نجات است. پس سوال اینه، چگونه میشه با این معضل گناه در مسیحیت روبرو شد؟ جوابش تولد تازه است. دوباره متولد شدن کار خداست عزیزم، که شخص گناهکار رو به طور فوق طبیعی از بالا جایی که خدا هست تغییر داده و تبدیل به شخص نوعی می کند. کسی که به خدا توکل می کند، خدا را جستجو می کند، حقایق خدا را باور می کند، در برابر گناه مقاومت می کند و در جستجوی نیکی و نور در تاریکی است. معنی واژه لغوی تولد تازه در یونانی دقیقاً همین دو کلمه است، تولد تازه. اولین داستانی رو که روایتی رو که در انجیل می بینیم در فصل 3 یوحنا هستش، از آیات 1 تا 12، البته ادامه داره. در آیات بعدی شخصی به نام یکی از بزرگان یهود به نام نیکودیموس از فرقه فریسی ها که عضو مجلس سنهدرین بود، مقام خیلی بالایی داشت، این مجلس خبروان خودمون، میاد پیش عیسی مسیح در تاریکی شهر چون میترسه از بقیه و بهش میگه که چگونه میتوانم تولد تازه داشته باشم. و عیسی مسیح بهش میگه که تا تولد تازه رو پیدا نکنی هرگز نمیتوانی ملکوت خدا رو ببینی. و همه رو نمیخونم چون وقتمون کمه. و اون میگه من چگونه مرد بزرگی هستم میتونم برم دوباره توی رحم مادرم دوباره متولد بشم و و و و و عیسی مسیح به اون میگه که و اگر تو جزء بزرگان اعضای مجلس سنهدرین هستی، اون چیزی که من نمیفهمی دیگران چگونه این مسئله رو بفهمن؟ این اشاره به این هستش که تولد تازه فقط از طریق روح القدس به آنانی که خداوند انتخاب میکنه مکشوف میشه و اونها معنی تولد دوباره رو مییابند. خواهش میکنم یوحنا فصل 3 آیات 1 تا 12 رو بخونید و پاسخهای زیادی رو اونجا پیدا خواهید کرد. دوباره متولد شدن حامل این پیغام نیز هست که چنین شخصی به وسیله ایمان به عیسی مسیح به فرزند خواندگی خداوند خوانده می شود و هیچ دینی انسان رو فرزند خوانده خدای خودش نمی تونه قبول بکنه، البته به شرطی که اگر خدایی داشته باشه. سوال دیگری که پیش میاد اینه که چرا ما نیاز به تولد دوباره داریم؟ زودتر عرض کردم که مسئله گناه و افتادگی انسان توی گناه، افسوسیان 2:1 به ما یاد میده که روزگاری همه شما زیر لعنت خداوند بودید و محکوم به مرگ. رومیان 3:23 میگه همه گناه کردند و هیچ کس از کلام مطلوب و پرجلال به کمال مطلوب و پرجلال خدا نرسیده است. اشعیا 64:6 میگه همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز گناهآلود هستش. و هیچ کس گناه نمیگذاره تا ارتباط درستی رو با خدا داشته باشه.
پس چاره چیست؟ در ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام، البته اسلام از نقطه نظر مسیحیت دین ابراهیمی نیستش و در از نقطه نظر بخشایش گناهان هم نگاه مسیحیت رو نداره، ولی در ادیان یهودیت و مسیحیت همیشه رسم بر این بوده و اراده خدا این بوده و خواست خدا این بوده که برای گناهان سال یک بار خون حیوانی کاملا بی عیب، کاملا بی عیب مانند پرندگان، بره یا قوچ ریخته بشه و گناهان مردم برای مدت یک سال بخشوده بشه و این کار دوباره و دوباره هر سال ادامه پیدا بکنه. این کار موقتی بود. در کتاب عهد جدید است که ما یاد میگیریم عزیزان که خدا نهایتاً فرزندش عیسی مسیح رو، اون بره بدون عیب رو، تنها کسی که تمامی دنیا قبول داره که بی گناه بود، بدون گناه بود رو به زمین میفرسته تا به عنوان قربانی برای اونها روی صلیب جلجتا خونش ریخته بشه و گناهان اونها پاک بشه. عبرانیان 10 آیات 1 تا 18 این رو به ما خیلی قشنگ توضیح میده. خواهش میکنم اون قسمت رو هم مطالعه بکنید، اطلاعات خیلی زیادی در اونجا هست. پس تنها راهکار مسئله ایمان به کار نیابتی عیسی مسیح از طرف ما انسان‌های گناهکار هستش، کاری که خداوند ما عیسی مسیح روی صلیب برای ما انجام داد تا گناهان ما بخشوده بشه. بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است، پولس میگه که نجات یافته اید و این کار کار شما نیست و کار هدیه خداوند است. نجات نتیجه اعمال ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود بمالد. هنگامی که یک شخص نجات مییابد عزیزان، او در واقع دوباره متولد میشود. اون مسئله ای رو که نیکودیموس نمیتونست بفهمه، تولدی روحانی، تولدی تازه، تولدی از بالا. از همان لحظه به خاطر حیات تازه‌ای که دریافت کرده او فرزند خدا می شود. در حقیقت هنگامی که ایمان می آوریم که عیسی مسیح با مرگ خیش بر روی صلیب جریمه گناهان ما را پرداخت نمود، ما از نقطه نظر روحانی متولد می شویم. کسی که از آن مسیح می گردد به شخصی جدیدی تبدیل می گردد. او دیگر آن انسان قبلی نیست. او کاملا زندگی تازه‌ای را یافته است. قرنتیان 5 آیه 17. برخی ولی میان به این مسئله اعتراض میکنن و میگن که احتیاج به تولد تازه ندارن چون انسانهای خوبی هستن. و پیدا کنید یک انسان خوب رو، اون موقع من انجیل رو انکار خواهم کرد. دلایلی که اونها میارن اینه که من به احتیاجی به تولد تازه ندارم، انسان خوبی هستم. ولی دلیلش اینه که در حقیقت انسان خوبی نیستند و آگاه نیستند، چون روح القدس در اونها نیست تا گناه اونها رو به اونها تذکر بده. و دو، قلوب این افراد سخت شده و روح القدس نه اینکه نمیتونه وارد بشه، وارد نمیشه. چاره این گونه افراد چیست که میگن من احتیاجی به تولد تازه ندارم؟ قبول و اعتراف به گناهکار بودن، برگشت از زندگی گناهآلود، دریافت عیسی خداوند به عنوان ناجی و خداوندشان، تمکین و اطمینان به عیسی مسیح و همچنین فروتن شدن. برخی میپرسن آیا میشه نجات رو از دست داد؟ قبل از پاسخ به این سوال اجازه بدید سریع نگاهی به مراحل نجات بکنیم. مراحل نجات عبارتند از خواندگی. خداوند افرادی رو که انتخاب کرده برای نجات میخواند. بازایی یا تولد دوباره به اونها میده. اونها رو تغییر و تبدیل میکنه. اونها رو پارسا میشموره و تمام گناهانشون بخشوده میشه. اونها تقدیس و تطهیر میشن. اونها در ایمانشان تا زنده هستند در روی این کره زمین تداوم دارن و باید داشته باشن. و آخرین مرحله نجات، رسیدن به جلال و زندگی ابدی به شباهت و پوری عیسی مسیح در آمدن هست.
پس پاسخ این سوال بالا که آیا میشه نجات رو از دست داد یا نه برمیگرده به اون قسمت اول مرحله خواندگی که نجات که هستش خواندگی. جواب این که آیا میشه نجات رو از دست داد یا نه هم بلی هست هم نه. اول بلی. اگر شخصی که فکر بکنه که او هستش که با اراده آزاد خودش که اون رو بالاتر از اراده خداوند میبینه رو قرار بده و بگه که من هستم که خدا رو انتخاب میکنم، من هستم که در قلبم رو باز میکنم و میگه عیسی مسیح بیا توی قلبم و من هستم که نجات رو قبول میکنم، اون شخص میتونه با این گونه آموزه که آموزش در حقیقت راجبش قبلا صحبت شده در چندین جلسه قبلی که یکی از کشیش های هلندی قرن 16 معتقد بود به نام آرمینیوس، جیکوب آرمینیوس، که معتقد بود که پیشخواندگی انسان بستگی به پیشدانایی خداوند از تصمیم او داره، در نتیجه انسان این آزادی رو داره که به خداوند بگه بله یا خیر، در صورت که این کاملا یک آموزه اشتباه مسیحی هستش و اون گونه اشخاص میتونن به گناهشون اعتراف بکنند ولی با اولین آزمایش زندگی و سختی هایی که به طرفشون میاد از اون چیزی که خودشون برای خودشون آرمان شهری ساخته بودند برمیگردند. نمونهش متی 19 22-16 هستش که مسیح از یک شخصی میگه که شخص ثروتمندی ازش میپرسه چگونه میتونم بیام و شاگرد تو بشم، میگه هر چی داری بفروش و بیا دنبال من، بده فقیران، به فقرا. و اون میگه به صورت کتاب مقدس میگه او صورتش اندوهگین شد و از عیسی مسیح دور شد. بله این گونه اشخاص میتونن نجاتشون رو از دست بدن چون در حقیقت نجاتی نداشتن. ولی شق دو این مسئله این هستش که خیر، نجات رو نمیشه از دست داد. از دیدگاه مسیحیت ریفورم به این امنیت جاودانی گفته میشه. چرا؟ چون کار خداوند است. ایزان یوحنا 44:6 میگه فقط کسی میتواند نزد من بیاید که خدا که مرا فرستاده او را به سوی من جلب کند. چون انسان برای نجات را از کاری خود هیچ کاری نمیتواند انجام دهد، همه چیز کار خداست، پس برای از دست دادن آن هم نمیشه کاری کرد. این حرف رو چاک سویندال یک کشیش امریکایی ازش من یاد گرفتم. برای نجاتی که من کاری برایش نمیتونم انجام بدم، برای از دست دادنش هم میتونم هیچ کاری نکنم. این ما رو میرسونه به شریعت. تعریف شریعت: مجموعه قوانینی جامع از رهنمودهایی است که از طرف خداوند و از طریق موسی به یهودیان داده شده تا اطمینان حاصل شود که رفتار بنی اسرائیل وضعیت آنها به عنوان قوم برگزیده خدا را منعکس بکند. اونها شامل 10 فرمان، رسم و رسومات زیاد و طریق پرستش اونها بود که دستبندی میشه به 3 قسمت: شریعت یا قوانین اخلاقی، شریعت یا قوانین تشریفاتی، شریعت یا قوانین قضایی یا مدنی. مقصود و هدف از شریعت چی بود؟ نمایان نمودن شخصیت خدا به انسان، اولین مقصود و هدف شریعت. جداسازی قوم اسرائیل از اقوام دیگر، آشکارسازی گناه‌آلود بودن انسان برای انسان، فراهمسازی طریقی برای بخشش گناهان از طریق قربانی دادن و ایثارگری، پرستش خداوند از طریق جشن‌ها و اعیاد سالیانه. یکی از اعیاد اونها همین یکی 2 پیش به نام هانوکا که 8 طول میکشه در ماه نوامبر یا دسامبر، امسال افتاده بود توی دسامبر، رو جشن گرفتن. فراهمسازی خداوند برای سلامتی روحانی و فیزیکی قوم اسرائیل، فاش نمودن این که هیچ کس نمیتواند شریعت را حفظ کند و همه انسان‌ها از معیار مقدس خدا کم میارن. به این جهته که زودتر عرض کردم اگه شخص خوبی رو پیدا کردید به من نشون بدید، به من اون موقع مسیحیت کتاب مقدس به خدای مسیحیت رو انکار خواهم کرد، چون همچین چیزی وجود نداره.
شریعت در حقیقت ما را به سوی عیسی مسیح رهنمون میکند. وقتی مسیح آمد شریعت رو کامل کرد. عیسی مسیح گفته بود که من نیومدم که شریعت رو بردارم، بلکه آمدم شریعت رو تکمیل بکنم. با ایمان به عیسی مسیح حقانیت مسیح به او نسبت داده می شود. یکی از وظایف مقاصد شریعت هستش. دلایل دیگری برای دادن شریعت بود و این که آیا به خود اطمینان داریم و با انجام تمامی فرامین ده فرمان خداوند و بقیه فرامین او آیا می توانیم واقعا ایمانمون رو و نجاتمون رو حفظ بکنیم؟ و یا اینکه آیا قبول داریم که عیسی به عنوان ناجی بشریت تمامی شریعت را به جای ما به جا آورد، یا هنوز سعی میکنیم با انجام مراسم شریعت در هر دینی که هستیم رضایت خدا رو به دست بیاریم؟ شریعت به ما نشون میده که آیا ما توانایی پرداخت جریمه مجازات شکستن قوانین شریعت را که همانا مرگ بود را داریم؟ عیسی با مرگش این بها را به جای ما پرداخت کرد. پس در حقیقت هیچ تضادی بین شریعت و فیض به آن گونه وجود ندارد، به این شرطی که آن را درست بفهمیم. مسیح، مشکل اینجاست که دلیل دادن شریعت توسط خدا رو ما اشتباه میفهمیم. تعریف فیض رو عوض میکنیم، به جای خیرخواهی خداوند برای افرادی ناشایست میذاریم به جای اعمال من که خدا رو شاد بکنه. سعی بر کسب نجات توسط قدرت خودمان، مقام خودمان، پول خودمان، انجام وظایف مناسک دینی، مذهبی، سنتی برای رستگاری، عدم توجه بر اراده و خواست خداوند. بعضاً این ما رو میاره به مسئله فیض. تعریف فیض، فیض عهدی است بین خدا و انسان و به معنی محبت و رحمت او است نسبت به انسان. سه تا تعریف دیگه از فیض رو براتون بخونم. فیض لطف الهی، عمل داوطلبانه‌ای که خدا به وسیله آن انسان‌ها را که فاقد لیاقت و شایستگی نجات هستند نجات می‌دهد، و آنچه را که برای تداوم نجات آنان ضروری است در اختیار آنها می‌گذارد. فیض در الهیات مسیحی هدیه خودجوش همراه با لطف الهی برای نجات گناهکاران که هیچ گونه شایستگی برای دریافت آن ندارند می باشد. متشکرم. در صحبت فیض بودیم که گفتیم فیض عهدی است بین خدا و انسان به معنی محبت و رحمت او نسبت به انسان. دو تا تعریف دیگه از فیض دادم. فیض لطف الهی، عمل داوطلبانه ای که خدا به وسیله آن انسان ها را که فاقد لیاقت و شایستگی هستند نجات می دهد، و آنچه برای تداوم نجات آنها هست را به آنها می دهد. فیض در الهیات مسیحی هدیه خودجوش همراه با لطف الهی برای نجات گناهکاران که هیچ گونه شایستگی برای دریافت آنان آن را ندارند می باشد. و در الهیات مسیحی فیض عشق و رحمتی است که خدا به ما عطا کرده است، زیرا خداوند آرزو می کند که ما آن را داشته باشیم، نه الزاماً به خاطر کارهایی که میکنیم، صرفاً به خاطر اینکه او ما را دوست دارد. نمیدونم این قسمت رو گفتم قبل از اینکه صداقت بشه یا نه، تکرار میکنم. فاضلی گفته که هنگامی که انسان قتل میکند مانند حیوان عمل میکند، موقعی که قضاوت میکند مانند انسان عمل میکند، موقعی که میبخشد مثل خدا عمل میکند. و این یعنی فیض. در انگلیسی واژه فیض grace هستش، GRACE، و اگر آن را به صورت یک تارک نام یا سری نام بهش نگاه بکنیم بهش میگن God's riches at Christ's expense. ترجمه تحت لفظی میشه یعنی ثروت خدا با هزینه مسیح. یعنی خدا تمامی ثروت خود را در وجود عیسی مسیح به خاطر ما داد تا ما با فیض او از گناهان بخشوده شیم. فیض بخشش اساسی است که از شخصیت خدا به وجود میاد. فیض محبت و خیرخواهی خدا را همراه با عشق و رحمت او با همدیگه ارتباط خیلی نزدیک میده و دارند. فیض را میتوان به گونه‌های مختلف لطف خدا نسبت به نایاشایستگان
یا خیرخواهی خداوند نسبت به ناشایستگان هستش. عزیزان، برای شناخت درست مسئله آموزه فیض ما باید دلی جسور و شخصیتی فروتن مانند داوود داشته باشیم تا گناهان ما را در حضور او اعتراف بکنیم. داوود میگه ای خدای رحیم بر من رحم فرما و گناهان مرا محو کن. مرا از عصیانم کاملا شسته شده و مرا از گناهانم پاک ساز. به عمل زشت مرتکب شدم اعتراف میکنم. گناهم هم همیشه در نظر من است. به تو ای خداوند، بله تنها به تو گناه کردم و آنچه را در نظر تو بد است انجام دادم. حکم تو علیه من عادلانه است. در این داوری فقط تو مسئول از خطا هستی. من از بد و تولد گناهکار بودم. از لحظه ای که نطفه من در رحم مادرم بسته شد گناهکار بودم. کدوم دینی این رو میگه عزیزان؟ غیر از مسیحیت. عزیزان، فیض هدیه خدا برای ما انسان هاست. کتاب رومیان میگه در مورد موضوع قانون یا شریعت و مرگ به ما درس‌هایی رو یاد میده که اگر اونها رو بخونیم متوجه خواهیم شد که هممون گناهکار هستیم. هیچ کس به آن کمال مطلوب نرسیده و هیچ کس نمیتواند خدا رو ببیند اگر گناهان او بخشیده نشده باشد. زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد زندگی جاودانی خواهد یافت. گرچه عزیزان، خداوند عیسی مسیح هیچ موقع قوانینش رو عوض نمی کنه و نمیشکنه و مانند برخی ادیان دیگه یک چیزی رو میگه بعد اونو منسوخ میکنه، نسخش میکنه و جاش چیز دیگری میاره و هیچگاه برای دلجویی خودش قانونش رو عوض نمی کنه. ولی آمد و قانون قصاصی رو که در عهد عتیق به ما داده بود، چشم برای چشم و دندان برای دندان رو برداشت و به جاش فیض رو گذاشت و فیض مجانی خودش رو به ما داد. ولی این فیض برای خداوند خیلی گرانبها بود. قیمت جان پسرش بود. دنیا او رو نشناخت، قبولش نکرد. دنیا او رو مسخره کرد. دنیا او رو تحقیر و خوار کرد. دنیا حقیقت او رو نپذیرفت و رد کرد. خانواده‌اش او رو مسخره کردند و رد کردند. برخی از شاگردانش او رو انکار کردند و تمامی شاگردانش در سخت‌ترین زمانی که او آنها نیاز داشت او را تنها گذاشتم. ولی خدا این هدیه را داد و وقتی هدیه داده شد پس گرفته نمی شود. عیسی دهنده این هدیه است. او می گوید پدرم مرا دوست دارد و من جانم را می دهم و هیچ کس نمی تواند او را از من نگه دارد و آنانی که خدا به من می دهد را نمی تواند از من پس بگیرد. کسی هم نمی تواند مرا به زور بکشد. من داوطلبانه میام. داوطلبانه جانم رو میدم و داوطلبانه دوباره زنده میشم. از جمله کارهای دیگر فیض، ما رو در مقابل خدا عادل میشماره. به ما توانایی تماس و رابطه با خدا میده. به ما زندگی خدا پسندانه میده. به ما برکات خداوندی به ارمغان میاره. فیض قدرت و توانایی لازم زندگی روزانه رو به ما میده. فیض خدا ما رو از نیازهای من رهایی میده و فیض خدا ما را حفظ میکنه و به ما آرامش میبخشه.